سلام و درود بینندگان گرامی. امروز 15 مئی سال 2023 است و من در استودیو با شما هستم فیروز حید. اینک خبرهای مهمی تاجیکستان و جهان را پیگیری خواهیم کرد. با ما بمانید. هواپیمای 1 میلیارده امامعلی رحمان به دوشنبه رسید. دیگر به تاجیکستانی ها شهروندی روسیه دادن نمی شود. روزانه بیش از 3000 تاجیک به روسیه می رود. در انتخابات پرزیدنتی ترکیه کیپش تازه است. هواپیمای گران قیمتی که حکومت تاجیکستان برای امامعلی رحمان از مکزیک خریداری کرده بود به شهر دوشنبه انتقال داده شده است. در این باره صبح امروز باب آلن، یکی از مسئولین شرکت نومادیک اویشن گروپ از شهر سان برناردینو ایالت آریزونا آمریکا که تعمیر و رنگ و بار کردن این هواپیمای گران قیمت را به عهده داشته است، با نشر چند عکس خبر داد. گفته می شود حکومت تاجیکستان این هواپیما را با قیمت 92 میلیون دلار معادل 1 میلیارد و 4 میلیون و 38800 سومانی از مکزیک مخصوص برای سفرهای امامعلی رحمان خریداری کرده است. پرزیدنت مکزیک به خاطر فراهم آوردن شرایط مناسب برای تبابت شهروندانش این هواپیمای گران قیمت را فروخت تا با پول آن چند بیمارخانه خوب و به طلبات روزگار جوابگو بسازد، تا شهروندان و ساکنان مکزیک توانند در داخل این کشور تبابت و معالجه شوند. اما امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان که در رده‌بندی های جهانی یکی از قشاق‌ترین کشورهای دنیاست، آن را برای سفرها و سیر و سیاحت های خودش خریداری کرده است. همزمان اکثر وقت زمان اعضای عائله امامعلی رحمان و یا اعضای حکومت کشور بیمار می شوند، چون به دختران و بیمارخانه های تاجیکستان باور ندارند، برای معالجه کردن خود به خارج کشور بخصوص کشورهای اروپایی، چین، هندوستان و ایران سفر می کنند. در ماه اپریل سال جاری مکزیک اعلان کرده بود که این هواپیمای گران قیمت را به تاجیکستان فروخته است. از آن زمان تا حالا خبر این معامله تجارتی واکنش های زیاده را در داخل و خارج کشور به وجود آورده است. اما به صورت رسمی مقامات تاجیکستان چیزی را شرح نمیدیند و به مردم گزارش نمیدیند که چی را با این قدر پول زیاد که از بودجه دولت گرفته شده است این هواپیما را خریداری کردند. وکیل دومه دولتی سرگی میرانوف باز پیشنهاد کرد که برای دادن شهروندی روسیه به ساکنان تاجیکستان مراتوریا جاری کرده شود. با گفته میرانوف تدبیرهای پیش گرفته فعلی در ساحه سیاست مهاجرت در این کشور کافی نیستند. چند پیش وزارت کارهای داخلی فدراسیون روسیه لایحه قانونی را برای محاکمه عموم پیشنهاد کرد که به ایده این نهاد آن برای بهبودی وضع نظارت مهاجرت مهنتی روانه کرده شده است. اما سرگی میرانوف وکیل پارلمان روسیه در واکنش به این لایحه قانون گفت که برای براه ماندن ترتیبات قطعی در ساحه مهاجرت به جای سرداری وزارت کارهای داخلی یک خدمات توانای مستقل مهاجرت لازم است که به واسطه به پرزیدنت اطاعت کند. اینچنین میرانوف پیشنهاد کرده است که مراتوریا به دادن شهروندی روسیه به ساکنان تاجیکستان و نظام روابط با کشورهای آسیای مرکزی جاری کرده شود. با گفته میرانوف تا جاری شدن روادید از مهاجرانی که به روسیه وارد می شوند ایزی انگوش گرفته پول جمع آوری کرده شود و از این مبلغ برای اخراج مهاجرانی که قانونهای روسیه را ویران کردند استفاده شود. پیشنهاد میرانوف برای مراتوریا در دادن شهروندی روسیه به زادگان تاجیکستان در حال صدا می دهد که تاجیکستانیان در گرفتن شهروندی این کشور پیش صفند. در 3 ماه اول سال جاری 44854 تاجیکستانی شناسنامه روسی گرفتند که تقریبا هر روز 500 نفر را تشکیل می دهد. در این چند روز اخیر نام زادگان تاجیکستان در رسانه های روسی و زبان وکیلان روس بسیار صدا داده شده است. پیشتر از این وکیل روس میخائیل ماتویف با سوال گذاشتند که بتالیون های تاجیکان کجایند و چرا مهاجران از آسیای مرکزی در دایره سفربری جزئی به منطقه عملیات مخصوص دعوت نمیشوند، مسئله فرستادن تاجیکان را به جنگ در اوکراین برداشته بود. وکیل پارلمان روسیه گفته بود سبب اساسی در حاشیه ماندن زادگان آسیای مرکزی از جنگ مقام دوشهروندی آنها است و خواسته بود زود این قانون دیگر کرده شود و طرح قانونی را پیشنهاد کرد که اجازه می‌دهد نفرانی دارای دوشهروندی برای خدمت در قواهای مسلح روسیه جلب کرده شوند.
در حال میخائیل ماتویف این طرح قانون را پیشنهاد دارد که از شروع حمله به اساس روسیه به خاک اوکراین هزارها نفر از زادگان آسیای مرکزی به طور اجباری و شرطنامه‌ای به جنگ برده شده، قسمی زیادشان در آنجا کشته شدند. در 3 ماه اول سال 2023 حدود 350 هزار شهروند تاجیکستان با هدف کار به روسیه سفر کردند که به طور میانه روزانه بیش از 3 هزار تاجیکستانی به این کشور می‌رفته است. بنا به اطلاع خدمات فدرالی امنیت روسیه، در ماه‌های یانوار مارس سال جاری بیش از 1,300,000 مهاجر کاری وارد روسیه شدند که نسبت به 3 ماه اول سال گذشته 1.6 مرتبه بیشتر است. گفته میشه در ماه‌های یانوار مارس سال 2022 بیش از 840,000 شهروند خارجی با هدف کار وارد خاک روسیه شده بودند. طبق آمارهای رسمی در 3 ماه اول سال جاری از همه بیشتر مهاجران کاری از ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان، ارمنستان، قزاقستان، آذربایجان و چین به روسیه با هدف کار سفر کردند. از کشورهای آسیای میانه از همه کم شهروندان ترکمنستان با مقصد کار به روسیه رفتند. طبق معلومات خدمات فدرالی امنیت روسیه در سال 2022 تقریبا 3.5 میلیون مهاجر کاری از جمله از ازبکستان بیش از 1,450,000 نفر، تاجیکستان قریب 987,000 نفر، قرقیزستان بیش از 562,000 نفر و قزاقستان حدود 164,000 نفر به روسیه رفتند. در ترکیه روز یکشنبه 14 می سال جاری انتخابات پرزیدنتی برگزار شد. تا این لحظه با شمارش 99.87% درصد آواز انتخاب کنندگان، رجب طیب اردوغان 49.50% رأی مردم را به دست آورده پیشصف است. طبق آخرین آمار کمیسیه عالی انتخابات این کشور، رقیبی اصلی اردوغان در این انتخابات کمال کلیچدارآغلو 44.89% آواز مردم را کسب کرده است. همین طور نامزد دیگر در این رقابت سیاسی سینان آگان 5.17% آوازها را صاحب شده است. انتخابات ترکیه به دور دوم می‌گذرد و روز 28 می سال جاری باز بین دو رقیب رجب طیب اردوغان و کمال کلیچدارآغلو رقابت آغاز می‌یابد. رجب طیب اردوغان پرزیدنت فعلی ترکیه شب گذشته گفت که در صورت به دور دوم گذشتن انتخابات به آن احترام خواهد گذاشت. همچنین کمال کلیچدارآغلو نیز تاکید کرده که در دور دوم انتخابات پیروز می‌شود. بنا به اطلاع کمیسیه عالی انتخابات ترکیه، شماره انتخاب کنندگان در کشور بیش از 60 میلیون نفر را تشکیل می‌دهد که در عموم 88.75% آنها در انتخابات پرزیدنتی آینده خود شرکت کردند. همزمان دیروز در ترکیه 24 حزب سیاسی و 151 نامزد خودپیشبر برای وارد شدن به پارلمان رقابت کردند. اینجا رسیدیم به پایان خبرهای امروز. بینندگان عزیز میتوانید شرح مفصل اخباری بیشتر را از سامانه و شبکه تلگرامی ازدوتیوی پیگیری و مطالعه کنید. آبونه شدن در شبکه یوتیوب، اینستاگرام و تیک تاک ازدوتیوی را نیز فراموش نسازید. خیر تا دیدار، خدا نگهدار.